هر دقیقه شوهرش، هر ثانیهش خاطره است، چون واقعا پنج شبانه روز به قول پای سعید، من اون موقع میگفتم 10 کیلومتر، ولی پای سعید امروز فرمود 13 کیلومتر. واقعا 13 کیلومتر توی قلب دشمن، خودش تو رم، خیلی اونم تو رم، از همه طرف تیر میمد تو کانال، ما نمیدونستیم که در چه شرایطی قرار داریم. بعد یه چیز جالبی که حالا من تعریف کنم، خدا رحمت کنه شهید حاجی پور، ما گفتش ما 10 صبح همه چی میاریم براتون، حتی ما اوبرکوت هم همراهمون نبردیم و اصلا فکر نمی کردیم گیر بیفتیم. آبامون و قمقما رو همه خوردن تو همین رملی که اومدیم. برای فردا ساعت 10 صبح کسی آب نداشت، به ندرت تا قمقما ها آب بود، که اینکه میگن پنج شبانه روز تشنه و گشنه، واقعا تشنه بودن بچه ها. ما صبح که وارد کانال شدیم هوا گرگومیش بود، بیه بچه ها شروع کردن به نماز صبح خوندن، نه خیلی با رسمیت کامل نماز صبح بخونن، هر کسی هر طرفی واسط شروع کرد به نماز صبح خوندن. تقریبا ساعت 7 صبح بود که هنوز ساعت 10 عراقی ها یه پاتک سنگینی کردن رو به ما، که حالا ما کار به این نداریم. تقریبا 7 صبح بود که یه خورده هوا روشن شد اینا. خدا رحمت کنه فرهاد قدجهانی، اولی شهید کانال، من اسمش رو گذاشتم و به بچه ها میگم اولی شهید کانال کومل. وقتی وارد کانال شدیم بیگه هیچ راهی نداشتیم، ایشون بود. ساعت 7 صبح، و الان که میرید شما کانال کاملی جاده هستش، میرید تو یا الان خروجیه، میایید در کانال بیرون اون، و اونجا که شنید تانک افتاده، دقیقا همونجا همون کنج فراد قدجهانی سرش اوبرد بالا، گفت ببینم چه خبره و این عراقی ها کجا. همچی که پیشونیش از کانال کومل اومد بیرون، یعنی تا بینیش از کانال کومل اومد بیرون، یه دوشکه خورد توی پیشونیش و افتاد. این اولین شهید کانال کومل بود. یا یه نیروی داشتیم به نام رضایی ها، این چهره سیاهی داشتش، فکر کنم روز دوم یا سوم بودش که تیر خورد، داشت جون میداد، میگو بچه ها چقدر سنگر تاریکه، چراغا رو روشن کنید، چقدر سرده، یه پتو رو من بندازید. همش از اینجور جملات و به کار میبرد. ولی یاد کنم از شهید بونکدار، چون من اینا رو حالا باسه زمینه گفتم، تا چند روز پیش با آقای آبخیز زنگ زد بهم در مورد با شهید بونکدار صحبتی هد، و ایشون معاون گردان کومل بودش. خب تا آخرین لحظه که زنده بودش، حتی وقتی که پانسمانش کردن، لختش کردن، پانسمانش کردن کف کانال خوابوندنش، هنوز داشت فرماندهی میکرد. و در کنار ایشون سید جعفر طاهری که از بچه های طلبه بودش، بچه های گردان کامل بهش میگفتن که امامزاده سید جعفر طاهری. جالب و اینجا بود که روحانی گردانمون گفت من در محضر سید جعفر طاهری صحبت نمی کنم. لحظات آخر اونجا لحظات آخرشه. اینو نمیدونم، خیلی قشنگ عکسه. آره. بعد شهید بونکدار خب وقتی مجروح شد ازش خون زیاد رفت دیگه، خب اونجا ما آب هم نداشتیم طبیعتاً، کسی هم که خون ازش بره خب تشنگی بهش غلبه میکنه، یه چیز معمولی بود تو اونجا. شهید بونکدار هم گفت بچه ها تشنمه و یه ذر آب به من بدید. نداشتیم حقیقتش، بیرو دروسی بودیم، آبی نداشتیم اصلا. خب لختش کردن و کف کانال خوابوندنش، اون نمناک بودن خاک کف کانال کومل و سردی هوا، خونکی هوا، یه مقدار این خوابش بود، شاید به یه دقیقه هم نکشید، یه آن خوابش بود، پاشد
گفت که بچه ها به حضرت زهرا جیگرم داده تو سینم میاد بیرون. ماس فروش ها با همین لحن ها، ماس فروش ها، من با هر لقمه یه لیوان آب میخوردم، آب به من بدید و ما نداشتیم بهش بدیم، خجالت چه کشیدیم. فقط نه اونا همه، محمود افشار بقا زنده سنه توی یگان دریایی لشگر توی دکوه هنوز هستش، ازش سوال کنید. من اینو زنده ازش ضبط کردم صحبتاشو. میگفت که بعد بویانه طور شد که ما خمیر دندون میمالیدم تو که انگوش میکردم تو حلق بچه ها که این حلقشون به هم نچسبه، اینقدر اونجا سخت بود از لحاظ بیابی. و واقعا هم تا که حضرت امام فهمود که شهدای کانال کومل ملائکت الله هستن و واقعا هم هستن.